به نام خدا با عرض سلام بینندگان عزیز و پس از خبر امشب خوش آمدید. ارتش پاکستان حامی طالبان افغانی و هر آنچه شورشی که در افغانستان اتفاق می‌افتد، جیم ووران از اعضای پیشین کنگره آمریکا از نواز شریف خواسته است پاکستان ارتشش را بیشتر از پیش باید کنترل کند. وای به این باور است که حمایت طالبان افغانی با تقویت طالبان پاکستان نیز می‌انجامد. همزمان با این عالمان دین در ننگرهار علیه داعش اعلام جهاد کردند. این عالمان دین عملکرد داعش را خارج از دایره اسلام عنوان کردند. از سوی دیگر معاون مجلس نمایندگان افغانستان گفته است جاسوسان در داخل حکومت برای عملی ساختن پروژه داعش کار میکنند. ما در برنامه امشب مبارزه حکومت بر ضد داعش و همچنان حرفهای آقای جیم ووران را به بررسی میگیریم. بینندگان عزیز باز هم خوش آمدید. در پس از خبر امشب آقای دکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه و همچنان آقای قیس حسن عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. آقایان به برنامه خوش آمدید. در آغاز آقای حسن، از دیدگاه شخصی که در حکومت به عنوان ناظر فعالیت میکنین، شما رابطه طالبای پاکستانی را و همچنان با طالبای افغانی و همچنان حکومت پاکستان، نقشش بر طالبان افغانی چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز شما و استاد بزرگوار. البته به شما بهتر معلوم است که حمایت و تعزیز و امکانات و این پلان و برنامه که تقریبا نه تنها ده 13 سال که حکومت پاکستان در افغانستان این مشکلات های و جنجال های را با مردم و خاک خون میکشانه، تقریبا 30 سال پیش هم همین برنامه را زیر کردن و مطابق همون برنامه خود حالا پیش میره. البته در این عرصه طالبا که فعلا جنگ هایی را که مثال شدت گرفته، همه فشار های دولت بوده بالای پاکستان و پاکستان یک چیز مثال بالایشان صحبت های کردن و جدیتر صحبت کردن و ها هم میخواهند پاکستان از طریق طالبا به حکومت افغانستان پس دوباره فشار بیاره تا بتونه همه پس دوباره حکومت افغانستان خاموش گرده. پس شما موقف حکومت در برابر پاکستان چگونه میدونین؟ متاسفانه که ما حکومت ما یک حکومت نیم بند است و کشمکش های سیاسی در داخل نظام. حتی حکومت های گذشته؟ یقینا. البته ما وقت هم همه مشکلات های بودن، مشکلات های رهبر های ما بودن، بزرگ های قومی بودن که مداخلات کلان را میکردن در حکومت نظام. پس ما شایسته مداخلات پاکستان هستیم؟ یقینا یقینا. این خود جای شکی نیست که مداخلات که پاکستان کرده در طول همین 30 سال، نه تنها در 13 سال، در 30 سال مداخلات کرده و باعث این مداخلات بازی بوده که ما بدبخت مشکلات ها را گرفتار هستیم و در این عرصه حکومت ما هم نتوانست که مثال همین مردم و ملت خود منسجم بسازه و قناعت بتونه و دشمن را تعریف کنه. حال در طول دو سه ماه میشه که یک رئیس جمهور ما یک چیز ناچیز با دشمن تعریف کرد که یا اینها کی هستن و از کجا حمایت میشن. در طول 13 سال ما از حکومت قبلی و کسی برادر خطاب میکرد، کسی مثال نار برادرای ناراضی یاد میکردن و حال در طول دو سه ماه هفت دو ماهی که سه ماهی که میشه رئیس صاحب جمهور که مواقعه هایی که بزرگ در کابل پیدا شد و بالاخره رئیس صاحب جمهور به این وادار شد و قبلا هم میفهمیدن و سیاست افغانستان ایجاب نمیکردن که مثلا این صدا را بکشه و این صدا را به علی پاکستان بکشه و حال خب فضل خدا که رئیس صاحب جمهور به این آخر فهمید و متوجه شد. شما قدامت دخالت پاکستان در افغانستان به بیشتر از 30 سال گفتین و یادآور شدین. من میخوام بپرسم که شما به عنوان عضو مجلس نمایندگان و شخصی که برای مردم افغانستان به پارلمان رای یافتید، چرا در این مدت زیاد اراده جمعی در برابر پاکستان شکل نگرفت از سوی مردم افغانستان؟ ببینید که حکومت ما خود میبینه که این نه بس حکومت جدا، بس مردم. مردم هم اتو است که امی توانایی امی امکانات و یک کس نیست که مدیریت کنه، رهبری کنه. ببینین اگر شما شاهد هستین که مسئله امی چند انفجاری که در کابل شد، مردم به سر صدا رو بلند کرد که دیگر از پاکستان مال پاکستانی خریداری نمیکنیم، یا مواد خوراکیش یا مواد پوشاکیش. این حکومت از امی گپ سر صدای که خود ملت خیس مردم خیس از استفاده کردن تا و مردم تشویق نتونست ساخته و مردم حمایت کردن نتونست و یک بدیل هم برایشون پیدا کردن نتونست. بیرون دید که ملت فهمید که ولا کسی نیست که حمایت ما را کنه و از این حرکتی که خاص ملت است و تقاضا می داره و به نفع کشور ملت مردم ما است، نه حکومت این حمایت کردن نتونست و این تشویق نکردن، دوباره ملت مردم خاموشی اختیار کردن. شما آقای هاشمی، من می خوام دقیقاً منفعت پاکستان در پس این که در افغانستان مداخله میکنن بدانم. شما به عنوان کارشناس و استادی که از دیر زمان به این سو در خدمت تعلیم فرزند وطن هستین، چی فکر میکنین پاکستان چرا در افغانستان مداخله میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما جناب وکیل سیف و بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. عرض کنم که از دو بود باید به این مسئله نگاه بکنیم. یکی که خصومت تاریخی از طرف پاکستان در رابطه با مسئله افغانستان از 1947، یعنی از هنگامی که پاکستان تأسیس شد. تأسیسش هم شما میفهمین که بر اساس یک پیشنهادی که یک کشور اسلامی باید در پهلوی هند برطانوی تشکیل شود صورت گرفت و کشورهای اسلامی او را لبیک گفتند و رأی دادند در ملل متحد. یگانه کشوری که بنابر ملحوظات به اصطلاح ساحوی و سرحدی افغانستان بود که به موجودیت پاکستان و به حیث یک کشور مستقل رأی ندادند و این خود زمینه ساز شد که پاکستان یک عقده بگیره و در پالویش کشورهای اسلامی تا امروز یک مقدار در برابر افغانستان یک دید نسبتا ضعیف دارن. حالا همه این دخالت ها در عقده نخستین پاکستان خلاصه شده میتونه؟ ما امیر سرشمه این مسئله تاریخیش بود و موضوع دیورند که پس سر از طرف حکومات افغانستان به شکل بسیار جدی پیش گرفته شد، اما بدون از اینکه دلایل حقوقی و سیاسی مطرح شود و یا دلایلی که در مورد قراردادهای بین المللی وجود داره، کسی در حکومت افغانستان حاضر نشد که این از پالوهای حقوقی و سیاسی مطرح کنه و اگر حق افغانستان بود، حق سرزمینیش بود، او را به اثبات برسانه. ولی حاضر این یک معضله شد که در طول تاریخ زندگی پاکستان و امی سالهای بعد از 1947 بین افغانستان و پاکستان به یک معضله تبدیل شد. با وجود که حکومت افغانستان گفتیم که نه از لحاظ حقوقی نه از لحاظ سیاسی کدام به اصطلاح عکس العمل نشان داد یا به اصطلاح دلایل حقوقی در مورد پیدا کرد، بلکه بیشتر از لحاظ عاطفی و از لحاظ بشری و در عین زمان احساساتی. حالا مشکل دیورند یک مشکل حقوقی است یا سیاسی؟ ببینید، این هم مشکل حقوقی است به خاطر اینکه یک قرارداد در این زمینه وجود داره، یک مایده وجود داره و هر شکلی که هست که سر از او فعلا نمیپیچیم، ولی در این زمان یک معضله سیاسی بین دو کشور است، یعنی یک مسئله متنازفی است. این پالوش البته یکی از پالوهایش هم است، ولی در طول از این مدت پاکستان منافع خوده، منافع استراتژیک خودم، منافع سیاسی خودم، منافع اقتصادی خودم در افغانستان جستجو کرده و این سبب شده که در مقطع‌های مختلف تاریخ افغانستان ما از او صدمه ببینیم و یا لطمه پیدا کنیم. به این اساس است که تا امروز که یا تا چند سال پیش که پدیده به نام طالب و القاعده و اینا ظهور کرد. پدیده طالب و القاعده، امروز داعش یا بوکو حرام یا هر کدام از اینا را که شما ببینین، بر اساس یک سلسله مفکوره های خودساز اسلامی اینا به وجود آمده و هدفشان در مجموع هدف واحد است، یعنی صدمه زدن به منافع غرب و صدمه زدن به حکوماتی که دموکراتیکلی انتخاب شدن. به این اساس است که پاکستان بنابر امی معضلاتی که در مقابل افغانستان فکر میکرد که وجود داره، از این پدیده ها و از این وسایل و امکانات استفاده کرد. حالا چنانچه شما آقای هاشمی، بحث منافع غرب در اینجا مطرح شد. اکثر کارشناسان به این باورند که غرب خود در پس ایجاد گروه های تروریستی در آسیا است و میخواهند از این دریچه وارد آسیا شوند. شما با این فرضیه چقدر موافق هستین یا موافقت ندارید؟ ببینید، کشورها در مجموع با وجود که امروز صحبت از حقوق بشر میشه، صحبت از همزیستی مسالمت آمیز میشه و یا از این قبیل گپای عاطفی و احساساتی، مگر متاسفانه میبینیم که در مواقع بخصوص کشورها در صدد منافع ملی خود هستند و این حقشان هم است. البته افغانستان حق داره، پاکستان حق داره، کشورهای بزرگ دیگه حق داره و کشورهای بزرگ شما میدانین که منافع ملیشان از سرحداتشان بیرون شده و منافع ملی خود در تمام دنیا اینا یا در سطح جهانی جستجو میکنن. پس با این حال بعید نمیدونیم که غرب گروه های تروریستی را در آسیا حمایت میکنه. تا وقتی که اسناد موثق در دست نیست، یک ذهنیت خواد بود، یک تئوری خواد بود، ولی وقتی که اسناد به وجود بیاد که یقینا اسناد وجود داره،
که این کشورها منافع خود ولو که در جهت ضد منافع ملی کشورهای دیگه باشه جستجو میکنن. لازم ما نباید، البته این نظر ماست که نباید در فکر ازی باشیم که پاکستان چرا با ما از در صلح و مسالمت پیش نمه، چرا از طالب استفاده میکنه، چرا طالب ها رو تربیه میکنه، چرا مراکز تروریستی رو در پاکستان به وجود آورده. اما اون که آقای قیس و حسن گفتن اراده مردمی و اراده سیاسی در طول 30 سال در برابر پاکستان شکل نگرفت، شما چی فکر میکنین؟ چرا این اراده شکل نگرفت؟ ببینین، اراده مردمی در مورد ثبات سیاسی افغانستان، در مورد سلامت به اصطلاح سرزمین افغانستان وجود داشته. مثال بسیار عمدهش که به تایید جناب وکیل سب میگم، وقتی که در مورد پشتونستان و یا میس خط دیورند در زمان مرحوم داوود خان امر سفربری داده شد، یعنی تمام عساکر احتیاط افغانستان در ظرف 48 ساعت امر شد که حاضر شد و شما میدیدین که مردم افغانستان با چی شور و شف، بدون از اینکه بپرسن که مسئله دیورند چی است و یا معضله چی است، اما حاضر شدن به مرکز و این یک ترس و حراس فوق العاده زیاده در سرحدات او طرف دیورند با وجود آورد که تا امروز او زبانزد مردم است. امروز هم احساس مردم وجود داره، مگر ما هر روز این احساس کشته میریم به خاطر از اینکه نه تنها او را پشتیبانی نمی کنیم، بلکه راه های درسته که ما را به یک نتیجه برسانه با پاکستان و یا با سایر کشورها ما متاسفانه فاقد از او هستیم. ما یک مثال هم میتونم که در طول 14 سال یا 16 سالی که از جناب آقای کرزی از حکومتش گذشت، با 21 باری که در پاکستان سفر کردن، 21 حرف هم به نفع پاکستان، به نفع افغانستان ما نتانستیم که بشنویم. ولی حاضر امروز هم ما نمیتونیم بگوییم بر از اونا، یا به خود اجازه نمیتونیم بگوییم که شما مراکز تروریستی رو دارین در اون طرف سرحد، شما تروریست ها رو تربیه میکنین، شما مدارس برای تربیه تروریست ها دارین و دیگه ای که یک پکیج یا یک بسته از خواسته های افغانستانه، با در نظر داشت خواسته های پاکستان ما سر میز مذاکره بگذاریم و مذاکره بکنیم و بشناسیم مذاکره با طالب میکنیم و یا با حکومت پاکستان. سپاس از شما. آقای حسن، شما چی فکر میکنین؟ حکومت پاکستان چند پیش ادعا کردن که افغانستان همین حملات انتحاری را در پاکستان حمایت میکنه و همچنان همین مغزهای متفکر حملات انتحاری پاکستان در افغانستان وجود داره. شما چی فکر میکنین؟ آیا امنیت افغانستان یا استخبارات افغانستان در برابر عملکردهای پاکستان در افغانستان عکس العمل مشابهی دارن؟ ببینن، متاسفانه افغانستان نه توانایی را دارن و نه امکانات دارن و نه اجازه را داره از طرف کشورهای غربی خصوصا امریکا که اونجا عملیات کنن. آیا پاکستان اجازه را داره؟ پاکستان خود ببینن که اجازه نداشته باشه به این دنیا، به دنیا ثابت گردیده، به امریکا و خصوصا انگلیس ثابت گردیده که مراکز توریستا تجهیز و امکانات که برابر میکنن از طرف پاکستان بهشان برابر میشه. اسناد معتبر موجود است، همه دنیا میفهمه و همه دنیا، شما قبل سناتور امریکا هم یک یادواری کردن که باید از این گپ ها دست بکشه، خود سناتورایشان میگه چی خواست که مردم های استخباراتی و نظامیشان به یا گپ هایی که آگاه هستن و معلومات دارن. فقط پاکستان هدف مقصدش هست منافع اقتصادی خود در افغانستان میبینه، منافع سیاسی خود در افغانستان میبینه و در پهلوی از امکانات از دنیا به نام توریسم جمع میکنه. شما شاید هستین که امیال سالانه بر ضد توریسم یا نه خیر اینمی یک توریسم یک وسیله ساخته که از حکومت های خارجی و حکومت های اروپایی جزیه میگیره. اینمی رو حالا بین از چین هم باشن در مذاکره هستن به خاطر از بین بردن توریسم. چین هم نگرانی خود آل نشان داده که باید این مسئله افغانستان حل شود، توریست ها از بین بره. من متاسفانه که اینمی پاکستان باز هم از چین پول گرفته. شما شاید بودن تقریبا چند ماه پیش رئیس جمهور چین که با پاکستان سفر کردن و با چین، رئیس جمهور چین با پاکستان بسیار وعده های کردن، بسیار پول های نقد برشان داد به خاطر مبارزه علیه توریسم. با پاکستان فقط افغانستان یک جای شده برشان که از این امکانات برابر میکنه، از این مثال پول پیسه پیدا میکنن، فقط به رقم فریب میته و با جامعه جهانی نه دنیا را وزید به نام ازی که ما با توریسم مبارزه میکنیم و توریسم از بین میبریم و این نامه پول میگیرن. پس شما با این فرضیه خیلی موافق هستید که پاکستان مجری
همین فکر یا ایده ترویج توریسم یا تربیت توریسم در تبانی با حمایت غرب هستند. یقینا ای تو است که ایر خو ما در این شک با ما شک نداریم که در این عرصه تو جامعه جهانی خصوصا امریکایی نیست نمیفهمه یا معلومات نداره یا اسناد مدارک در اصلا امریکا و این نیکسم دیگه منافع خود دیگه میبینه. یکی امروز مبارزه جدی و صادقانه ای که علیه توریسم نمیکنه او مقاصد دیگه داره، هدفهای دیگه دارن و امو هدفهایشان وقت میاد کار داره تا چی وقت یه دفعه خود بدست میاره وقتش پوره نیست. طول 13 ساله که مثال می جنگه با نام ضد توریسم میبینید شما ما شما شاهد هستیم که صادقانه نجنگیده بوده. صادقانه صدقه شوال دیگه کوتا میم که ما امروز امکانات و تجهیزاتی که لازم است در این حالت با اردوی ما با پلیس ما موجود نیست و هر سر صدای را میکشه اردوی ما پلیس ما که باید به ما امکانات تجهیزات بده. ما متاسفانه نمیتونه. خب از این معلوم میشه که آمریکا و انگلیس یا جامعه اروپا در این هدفهای داره و مقاصد دارن که اون مقاصدشان تا به دست نمیدن و هدفهاشان به دست نمیدن که تا چی وقتی دوام میتونه به هدف اصلی خود میرسن و ما بعدا معلوم میشه که چی بخواست. شما آقای هاشمی چی فکر میکنین زمانی که امریکا میایه حامی توریسم میشه در آسیا و میخواه اهداف شخصی خود را در اینجا بهش برسه، چرا حکومت افغانستان با این دلگرمی به امریکا مینگره و امریکا را به عنوان یگانه رفیق استراتژیک در جهان عنوان میکنه؟ عرض کنم که تعیین کننده سیاست بین المللی منافع و یا پالیسی هاییست که از طرف کشورهای بزرگ وضع میشه و او پالیسی ها بر مبنای استراتژی ها و اهداف از اوناست که قبلا او تعیین شده و برای رسیدن به او پالیسی های وضع میشه که بازم در داخل منافع خود از اونا ولو که کشورهای دیگه از اون متضرر هم شد. لحاظا کشورهایی که در حد تصمیم گیری هستند اینا منافع خود جستجو میکنن و در سطح بین المللی وسایل امکانات هم دارن و میتونن که به اصطلاح دستکاری بکنن. آنچه منافعشان ایجاب میکنه بر اساس از او عمل میکنن ولوی که ای به کدام کشور صدمه میرسونه و به کدام کشور منفعت میرسونه. حالا شما میبینین که از یک مدت تروریسم یک پدیده بسیار مطرح و پدیده بسیار خطرناک در منطقه ما و شما به وجود آمده، اما شما میبینید که در برابر از این عکس العمل هایی که صورت گرفته عکس العمل های قاطعانه نبوده که بتانیم تروریسم از بین ببریم و چنانچه شما دیدین که تروریسم در اول محدود بود به سرحدات افغانستان و پاکستان و مخصوصا کوههای توربوره که این شهرت جهانی پیدا کرد و آمدن امریکا به خاطر ازی بود که این گروه از بین ببرن و به مخاطر یک حکومت دموکراتیک در افغانستان آمد تا ای که را باز شود که اونا قلقه مشون. اما در طول از این 14 سال نه تنها تروریسم قلقه نشد بلکه وسعت و گسترش پیدا کرد. اگر در گذشته بیشتر از این وسعت و گسترش پیدا میکنه بیشتر گسترش پیدا میکنه و منافع غرب در مجموع زیر یک خطر قرار میده و از امون لحاظ است که شما میبینین که تا دیروز با وجود که پاکستان همه کس خبر داشت به فرموده وکیل سب که تمام دنیا خبر داشت که پاکستان محل تربیه تروریست هست و تروریسم به اصطلاح وسط و گسترش میده برای منافع خود، ولی منافع افغانستان مطرح نبود. از فیلیپین و اندونزیا گرفته تا مراکش امروز ما میبینیم که حلقات تروریستی وجود داره و حلقات به اصطلاح فریش هم در یمن و عربستان سعودی و عراق و همه جا گسترده شده و پیش میره. به خاطر از بین بردن تروریسم آمریکا پاکستان به او حدی که لازم بود زیر فشار قرار نداد. چندین بار شما دیدین که پاکستان در یک انزوا قرار گرفت ولی باز هم آمریکا و جهان غرب رابطه خود قطع نکردن به خاطر از اینکه در جنگ سرد آینده که رخ میده در این منطقه باید پاکستان یکی از متحدین آمریکا باشه به حیث قوی نظامی و به اصطلاح هستوی و هند هم. شما میبینین رابطه هند و پاکستان بسیار رابطه تیره و تار است اما هر دویش آمریکا میخواد داشته باشه به خاطر جنگ سردی که در آینده در اینجا رخ میده.
یک موضوع دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که تا دیروز روسیه در مورد تروریسم بسیار دقیق نبود، چین دقیق نبود، کشورهای دیگر بسیار دقت نمیکردن، برای اینکه تنها کشوری که از او صدمه میدید افغانستان بود. حالا وقتی که حتی اگه بیاد شما باشه، روسیه میگفت که یا زمامدارای روسیه میگفتن که باید آمریکا در اینجا باشه تا که تروریسم از بین بره، اما دیدن تروریسم توسعه پیدا کرد. توسعه از این سبب شد که به سرحدات جنوبی روسیه برسه و چین با مسلمانایش تهدید کنه، چچنیا را تهدید کنه و از این قبیل ازبکستان و تاجیکستان اینا، که این سبب شد که آله آمریکا به چین توصیه میکنه، چین به آمریکا توصیه میکنه که شما با افغانستان همکاری بکنید که از این به بعد دیگه تروریسم توسعه پیدا نکنه و منافع ما را در خطر نندازه. سپاس شما آقای حسن. شما بحث پیدایش گروه داعش در افغانستان و گسترش سربازگیری داعش را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این در امتداد پروژه طالبان است یا کدام حرف و حدیث دیگر از سوی کشورهای بزرگ؟ ببینید، تا جایی که به شما معلوم است که امروز یک پروژه پاکستان است که میخواهد از این طریق یک فشار را مثال بالای افغانستان را و در پهلوی از بالای کشورهای همسایه شمال ما که هستند مثل تاجیکستان، ازبکستان و چین هم بیاره و از این طریق یک چیز امکانات و یک چیز تجهیزات و یک چیز پول پیسی را به دست بیارن، یک حرکت دیگه است. فعلا داعش امیال بسیار به تیزی رشد میکنه و حتی تا جایی که ما آگاه هستیم به کسایی که داره میخواد جذب میکنه، با امکانات و پول و ماش بهشان تعیین میکنه که میال لیست بسیار قوی روان است و ثبت نام قوی روان است، خصوصا در کشور در ولایت های شرقی ما کار میکنن بسیار بجدی و تبلیغات جدی میکنن از طریق فیسبوک ها و از طریق تبلیغات و خصوصا بالای جوان ها، و میخواد که امی ریسفید های بزرگا که در وقت به نام طالب و به نام چی و چی در افغانستان میجنگن، حالا میخواد جوان ها را در روی صحنه کنن و 10 سال 15 سال دیگه هم از این طریق پول رو و امکانات رو به دست بیاره. سپاس از شما آقای قیس حسن، عضو مجلس نمایندگان، و همچنین آقای دکتر طاهر هاشمی، استاد دانشگاه. دیدگان عزیز نیز از شما سپاسگزار هستیم.